کیبورد شما اینجا فقط دو تا عنوان مهم داره، یکی use all if keys as standard function keys. اگر شما از کیبورد موس اپلی استفاده بکنید، این دکمه های بالا که F1, F2, F3 و حالا الاخر هستن، احتمالا شورتکات چیزهای دیگه ای هستن. مثلا F4 شما داشبوردتون رو نشون میده، یا F1 و F2 شما نور مونیتورتون رو کم و زیاد میکنن. اگر خواستید میتونید این رو بزنید و تمام اونها دیگه این شورتکات ها نیستن و خود دکمه های اصلی کیبورد مثل F1, F2 و حالا الاخر هستن. این عنوانی هم که این پایین شما میبینید نوشته شو کیبورد اند کاراکتر ویور این منیو بار، همین چیزی که قبلا هم توی قسمت لنگویج اند تکست راجبش صحبت کردیم، میتونید از اینجا هم آنش بکنید و روشنش بکنید. یه عنوان اینجا داره برای کسایی که از پی سی میان، ممکنه خیلی کارایی داشته باشه، در این حال من خودم خیلی توصیه نمیکنم. یکیش این چیزی که شما اگر میبینید شورتکات ها چون همشون با کامنده، زدنش براتون یه خورده سخته، میتونید بگی که وقتی من کامندم زدم، حتی ببخشید، میتونید بگی حتی زمانی که کنترل زدم هم کامند حسابش کن. من خودم ترجیحا توصیه‌ام اینه که اگه میتونید از شورتکات های مک استفاده بکنید، چون این واقعا عادتیه که بعدا باعث میشه دیگه از کامند استفاده نکنید و همون از کنترل استفاده بکنید. ترجیحاً به این دست نزنید، ولی اگر میبینید خیلی اذیتتون میکنه، میتونید بگین که از کنترل هم به جای کامند میخوام استفاده کنم، که دیگه شورتکاتاتون طبیعتاً خیلی شبیه میشن به ویندوز. اما قسمت دوم که کیبورد شورتکاتس هست، تمام شورتکات های سیستمی شما اینجا هستش و به طور مثال توی قسمت لنگویج اند تکست دیدیم که شما برای سویچ کردن لیات کیبوردتون میتونید از این شورتکات استفاده بکنید. این بخش خب خیلی میتونه طولانی باشه، من خیلی راجبش صحبت نمی کنم. اگر در مورد سرویسز هم اطلاعات بیشتری میخواین، خودآموز اتوماتور ما رو ببینید، تو اون شاید توضیحات خیلی کامل تری در مورد این داده شده باشه. شورتکات که اینجا میبینید شما توی اسکرین شات برای گرفتن عکس از حالا جاهای مختلفی که میخواین، شما اگر خواستین از هر جای عکس بگیرید، کامند شیفت 4 رو میزنید، اون جایی که میخواین انتخاب میکنید و بلافاصله اون عکس رو براتون روی دسکتاپ میاره. اما یه عنوان این پایین دارید به اسم All Controls، که اگر شما توی کیبورد این عنوان رو آف کرده باشید، یعنی این همین چیزی باشه که الان مال من هست، باید Function Control رو بگیرید. اگر نه آن باشه، فقط کنترل خالی، چون شما به F1 و اینا نیاز دارید برای این کار. به طور مثال شما میخواییم با کیبورد بین این قسمت بالا جابجا بشید، شما Control FN و F2 رو میزنید و اینجا میتونید ببینیدش دقیقا که با خود چپ و راست کیبورد میتونید به این قسمت دسترسی داشته باشید. کنترل FN F2 F3 برای داک شماست و حالا مثلا فرض کنید خواستین داکیومنت رو باز بکنید یا نه، و کنترل FN F8 برای این قسمت بالای شماست، مثلا اگه خواستین صدا رو کم و زیاد کنید. اما اگر دیدید کار نمیکنه، به خاطر اینکه سویچش آف هستش، برای روشن کردن و خاموش کردن شما کنترل FN و F1 رو باید بزنید. حالا دیگه الان من این کار اگه بخوام انجام بدم اخطار بهم میده و انجام نمیشه. اگر یک بار دیگه کنترل FN F1 رو بزنم، حالا دوباره میتونم از F2 F3 و F8 استفاده بکنم. تنظیمات موس شما توی این قسمت هست و از اونجایی که من الان موسی ندارم، خب چیزی دیده نمیشه. به محض اینکه یه موس وصل کنم، بلافاصله این تنظیمات اینجا لود میشه. خیلی واضح و مشخص از تمام اونها تریکینگ اسپید، اسکرول اسپید، دابل کلیک اسپید که من فکر کنم قبلا حتما دیدید. اگر خواستید جای کلیک راست و چپ رو عوض بکنید، از اینجا میتونید این کار رو انجام بدید. با این عنوان هم میتونید توسط اسکرول و نگه داشتن کنترل زوم بکنید روی اون چیزی که میخواید. اگر هم دوست نداشتید میتونید آفش بکنید. قسمت بعدی که ترک پد شما هست، طبیعتا خیلی کارایی های متفاوتی داره و فوق العاده جالبه، مثل حالا این زوم این و زوم آوت و خیلی چیزهای دیگه ای که میتونین ازش استفاده کنین از ترک پدتون، و جسچر های اضافه هم که اینجا هستش، مثل جابجا شدن بین اسپیس هاتون یا جابجا شدن بین
پیج های یه برنامه خاص، همه اینها چون یه مووی دارن و جلوشون لود میشه و خیلی فکر کنم واضح هست، نیاز نیست که من توضیحی بدم، فکر کنم خود تصویر به اندازه کافی گویا هستش.